خب بزرگترین چالش توی زبانی که ما زبان فارسی حرف می زدیم و اینجا باید آلمانی یاد می گرفتیم این بود که ما قبل اینکه اینجا بیایم کلا ارتباطی با زبان دیگه نداشتیم، فقط فارسی حرف می زدیم، شاید انگلیسی هم یاد گرفته بودیم، اما اینکه آلمانی یا فرانسوی بخوایم صحبت کنیم اصلا نبود. خب موقعی که اینجا اومدیم و تصمیم گرفتیم که دیگه الان اینجا بمونیم و زبان رو یاد بگیریم، سعی کردم که اول دقیقا تمرکز کنم رو همون چیزی که باید یاد بگیرم. شروع کردم پشت سر هم کتابای آلمانی خوندن، سعی کردم ارتباط خودمو با کلن با زبان فارسی حداقل واسه یک سال قطع کنم، فیلم فارسی نبینم، آهنگ فارسی گوش ندم، سعی کردم بیشتر و بیشتر خودمو به آلمانی وقف بدم و خیلی کمک کرد به من و خانومم، خیلی کمک کرد که بتونیم آلمانی رو خیلی سریع تو کمتر از 6 ماه یاد بگیریم و تقریبا بهش مسلط بشیم. خب چی بهم کمک کرد که بیشتر زبان رو یاد بگیرم؟ همون که گفتم ارتباطمو قطع کردم با خیلی با زبان فارسی تقریبا واسه یک سال، اما بعد خیلی کورس‌های مختلف بود اینجا که آدم میتونست بره، اگه واقعا کسی پرداخت نکنه کورس‌ها رو، کلاس‌های مجانی هست، من میتونم مثلا داخل یه کلیسا برم و اونجا زبان یاد بگیرم، کلیساها خیلی کلاس‌های مختلف زبان اونجا ارائه میدن، مردم میتونن یاد بگیرن و همچنین خیلی گروه‌های مختلف هستن مثل میتاپ که من میتونه که آدم میتونه اونجا بره و زبان آلمانی رو بهتر یاد بگیره یا فرانسوی رو بهتر یاد بگیره. چالش بزرگ واسه بچه های من توی زبان این بود که قبل اینکه بخوان مدرسه برن، خب اونا بیشتر فارسی حرف میزدن، یعنی همیشه فارسی حرف میزدن. بعد قبل مدرسه چون که الان ویدیو هم نگاه میکردن تو یوتیوب، انگلیسی هم یاد گرفته بودن اما آلمانی نه. وقتی که میخوان مدرسه برن خب باید مسلماً آلمانی صحبت کنن یا فرانسوی صحبت کنن و بچه ها نمیتونستن این زبان رو صحبت کنن و این خیلی واسه بچه ها سخت بود که بخوان خودشونو یک باره با یه زبان جدید وقف بدن. چی کمک کرد بچه های منو که بتونن بهتر زبان رو یاد بگیرن، زبان آلمانی رو یاد بگیرن، این بود که بازم ارتباط با بچه های دیگه، این خیلی کمک میکرد. و قبل اینکه بچه ها مدرسه برن خیلی خوبه، خیلی خوبه که آدم شانس داشته باشه بچهش بره داخل کیندرگارتن یا داخل یه اشپیل گروپه، اونجا حداقل قبل از مدرسه بچه یه چیزایی رو یاد میگیره توی زبان که بعد توی کیندرگارتن به دردش میخورن. پس خیلی مهمه که بچه قبل از مدرسه حتما یه اشپیل گروپه یا کیندرگریپه بره. اگر واقعا نشود ارتباط با بچه های دیگر رو حتما باید داشته باشه. خب این تجربه شخصی من از زندگی داخل سوئیس بود و چه چیزهایی من داخل سوئیس تجربه کردم برای بچه هام، برای زندگی، برای زبان. اما اگر شما اطلاعات بیشتری نیاز دارید میتونید اینجا برید و اطلاعات بیشتر رو کسب کنید.